در سرزمین کربلا در آخرین لمحات خو. و لیکن وقتی مومن گرنی امام سجاد علیه السلام هم اسیر مشه، اونجی هم حریت درشی من گرنی، اونجی هم آزادی درشی من گرنی. به ظاهر توق را امام سجاد در گردن خوندخت، لیکن و مشکلات تحمل کرد، برداشت کرد، لیکن مورد درس آزادی. امام صادق علیه السلام دمی باره یک بسیار جانانه فرمان داره که آزاد مرد همیشه و هر حال آزاد. اگر کدام بلا در بر سر زو بایه، مصیبت بایه، مگو صبر اختیار مونه. مصائب که پهار اس پر اگر ٹوٹے بازا مشکست حال نموشن. اگر اسیر شونه و قیدی جور کنه یا برزو ظلم و ستم کنه، بازم او غلامی و قید شده را قبول نمونه. اگر چند که چیزم شی قید باشه، فکر شی قید نموشه. امروز مسلمان ها در سراسر جهان، اکثر البته ممالک اسلامی، مومنگانی اگر آزاد، لیکن در حقیقت اگر کالم ها و تجزیه تحلیل های انسان اگر کنه در حساب سیاسی، مینگنی اونها غلامن. درست در ملک خواست خود کو علیده پیسه دارن، نوٹ دارن، کرنسی دارن، آمد و رفت دارن، سفارت دارن، کد ملکا تجارت مونن، لیکن قوانین ملکا استثمار و استعمار اونها را بری ملکا ازنا عمده. علی علیه السلام یه چیز جانانه حرف دیگرم میزنه که لا تکن عبد غیرک فقط جعلك الله حرا، مگه بنده دیگران نباش، فقط جعلك الله حرا، خدا تو را آزاد پیدا کرده. اسیر شام و اسیره شام حضرت زینب سلام الله علیها هم مرا آزادی را درش میده. او زینبی که دسته های مبارک شی بس گردن مبارک شی بستم شد، لیکن میگنی که در محل یزید درس آزادی را میده، درس مقاومت را میده، درس استقامت را میده، درس صبر را میده. و وقتی یزید ملعون مگه که خدا را شکر که شمو خاندان را خدا ذلیل کرد، چنان خطبه ای دختر زهرا و دختر علی مرتضی مگه و یک جمله مشهور که انسان تعجب مونه که ای زینب کی بوده واقعا، مگه و ما رأیت الا جمیلا و ما رأیت الا جمیلا. بعد از این مصیبت ها، بعد از این مشکلات، روی بروی کو از افتاد قدم فاصله میگنه که امام حسین را سر مبارک شیرا از کدی 12 وار در جدا مونه، کد کند خنجر در او. بعد از این مصیبت ها مگه ما خدا را به جز جمیل و خوبصورت ندیدم. ای درسی آزادیه، درسی آزادی امیر مگه که انسان رابطه کد خدا بیله. انسان وقتی که کد خدا متصل شد ایر مگا آزاد، و در واقعی کربلا حر هم اماد که نامشم آزاد، معنی حر یعنی آزاد، برای امام حسین علیه السلام آو را بند کد. لیکن یک زمان دید که ما در قید غلامی عبیدالله ابن زیاد هستم و در غلامی نفس اماره هستم، در غلامی شیطان هستم، ما توبه مونه و در نزد امام حسین دست بسته گزارش مونه که ما میخواییم آزاد شنم، ما میخواییم در راه پروردگار اولین شخصی باشم که ما آزاد شنم. او زمانی که امام حسین روی برویشی استادم شه یزید و آور بند مونه، امام حسین مگه سکلت که امو که مگه مادر تو بر ازای تو بیشنه، ای حضرت حر مگه یا حسین مادر استو چون فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ما ای بیادبی را نمونم. اگر در جای استو گو عربی دیگه من بود، ما خوب جواب میدادم که او دندان شکن جواب میدادم، لیکن چی کنم که مادر استو فاطمه زهرا است. در همین جه حور آزاد بود، در همین جه حور بیدار بود و آزادی را در مریض خود خوب پیدا کرد و شد حور. لیکن افسوس ای حور که مادر حسین علیه السلام فاطمه زهرا را دی ادب بیان روبرو شد و بسیار مؤدبانه انداز اختیار کرد،
کاش د مدینه مبوت مینګانید کې دشمن ها خانه فاطمه زهرا را آتش زدن و چې دردناک او بیبی را کې از دنیا بردن. مؤمن جی بیس خور ختم مونی و امیدوار هستم که امروز درس آزادی را متوجه شده باشیم که از کربلا میگیریم و این تربیت دینی کی رابطه شی که عاشورای هم برای دنیا از مو مفید باشه هم برای آخرت از مو مفید باشه. کدامزی جملات از شما قبل از اینکه خداحافظی بگرم باز یک بار تکرار مونم که اگر یکو سوال دارین یکو در انتقادات و پیشنهادات دارین درباره برنامه از مو شما میتنین کدفون که دوباره سکرین خم شما در توغ مونین 266-3912 یا میتنین میسیج کنین که 0300-938-4595 و دا ایمیل هم میتنین که ایمیل از مو هسته alim@hazaranation.com پی او باکس نمبر میتنین دزری نامه خط کسته خط سوال رای کنین بری از مو و پیشنهادات خو رای کنین پی او باکس نمبر 348 جی پی او کوئیٹا پاکستان و این برنامه از مور شما میتنین در هزاره نیشن و در منی یوٹیوب هم توخ کنین. ما بسیار خوشحال استم و امیدوار استم که درسها را شما گوش مونین پیام حسینی را گوش مونین و ایر باز مگم که گزارش مونم حتما سوال کنین تا از دین خو از مذهب خو از پیام حسینی شما مطمئن شونین. شما را با امان خدا میگذارم و از شما خدا حافظی منم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.